با سلام گرم و صمیمانه به شما خانواده زندانیان سیاسی و فعالین این عرصه که همیشه و پیگیران صدای ما هستید و همچنین به همه شما عزیزان که در حال حاضر برنامه ما رو میبینید. امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. سهیلا دانا هستم و خوشحالم با همکارانم در بخش فنی با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی همراه شما عزیزان هستیم. در برنامه امروزمون شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی مهمان ما هستش تا گفتگویی داشته باشیم در مورد 20 ژوئن یا 30 خرداد روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی و ارتباط این روز با جنبش دادخواهی و همچنین انتخابات و اعتصابات کارگران صنعت نفت و پتروشیمی. با سلام و خوش آمدگویی به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی شیوا محبوبی گرامی. من سلام میکنم به شما و همکارانمون و همینطور بینندگان عزیز برنامه. همجور که خودتونم خب طبیعتا به عنوان سخنگوی کمیته در جریان 20 جون یا 30 خرداد هستیم، میخوام از اهمیتش بگیم و ارتباط جایگاه این روز با جنبش دادخواهی چی میتونه باشه از نظر شما؟ بله، طبعا کمیته زندانیان سیاسی یک شنبه گذشته، هفته گذشته 30 خرداد 20 جوان یک کنفرانس در واقع آنلاینی رو برگزار کرد و تعداد زیادی ما سخنران داشتیم، از جمله از عفو بین الملل، از جمله از خانواده ها ما صحبت کردیم در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی و به خصوص اختصاص دادیم این روز رو به دادخواهی. خب این در شرایط بسیار ویژه‌ای برگزار می‌شد، در شرایطی که دو روز قبلش مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی بود، در شرایطی که در طول در واقع دو ماه قبل از مضحکه انتخاباتی مخصوصا خانواده‌های دادخواه به میدون اومدن و اعلام کردن که رأی نمیدیم و حتی اعلام کردن حتی فقط رأی نمیدیم نیست، رأی ما سرنگونی هستش. و خود این خانواده ها که بخش عظیمی از جنبش دادخواهی هستند خیلی شجاعانه اومدن و صحبت کردن و توجه جامعه رو به مسئله دادخواهی اختصاص دادن و در اون کنفرانس ما صحبت کردیم. به نظر من خیلی مهمه در شرایطی که اعتراضات مردم بسیار زیاد هستش در اشکال مختلف، اعتصابات مخصوصا مسئله دادخواهی به نظر من بیشتر از هر موقعی از این 43 سال در مقابل جامعه گذاشته شده و به این یک قاتلی مثل رئیسی آیت الله قاتل نه تنها عقب نشینی نمی کنن مردم، بلکه به جلو میان و میگن ما از تو نمی ترسیم. و این واقعا روز جهانی زندانیان سیاسی در این شرایط ویژه به وجود اومد و تونست توجه مردم رو در اون برنامه هم حتی جلب کنه که در اون برنامه به جوانب مختلف حتی دادخواهی، به اینکه به محاکمه کشیدن رئیسی، جنبه های مختلفش پرداختن و پیام های زیادی از خانواده های دادخواه در اونجا پخش شد. خب شما به انتخابات یا به قولی انتصابات رئیس جمهوری که خود رئیسی انتخاب شد اشاره کردید. خب خودش یه زمان رئیس قوه قضاییه بوده و الان در نقش رئیس جمهور میخواد در جامعه ظاهر بشه. چه تأثیری میتونه این انتخاب رئیسی تو وضعیت زندانیان سیاسی داشته باشه؟ آیا تغییری انجام خواهد شد در مورد اونها؟ خب ببینید، رئیسی یه فرد ویژه هستش به خاطر اینکه قاتلی هستش که از جزء هیئت مرگ بود در مثلا در اعدام‌های سال 67. واقعا کارنامه یکی از سیاه‌ترین کارنامه‌ها رو داره که تو هر کشور دنیای اگر چنین کسی رو می‌آوردن رئیس جمهور می‌کردن تمام روزنامه‌ها در موردش صحبت می‌کردن. طبعا یکی مثل این، چون حالا خود جمهوری اسلامی از نظر من انتخاب هر کسی هست روی انتصاب هر کسی یه جوری انعکاسی داره از وضعیت ایران بالاخص در اعتراضات. خب داشتن زندانی سیاسی یعنی وجود اعتراض در جامعه. این که رئیسی چه تأثیری داره اومده سر کارش از نظر من نمیتونه تأثیر دیگه خاصی داشته باشه. چرا؟ چون نمیتونه رئیسی بیاد اون کشتارهای 67 رو بکنه، هرچند که وقیحانه در کنفرانس مطبوعاتی که داشته گفته من موقع که اعدام کردم من از حقوق بشر حمایت کردم و هنوز صحبت کرده و این خیلی مهمه، اتفاقا میتونه به عنوان سندی علیهش استفاده بشه. ولی در این حال من فکر میکنم
اومدن رئیسی یا هر کس دیگه هیچ شخصی نداره، چون دهه 60 نیست، 70 نیست، 80 نیست و ما با مخصوصا دهه 90 در ایران دهه‌ای بود که با موج اعتراضات روبرو بودن. شاید به خیال خودش بخوان برقرار سختگیری کنن ولی تأثیر نداره. ما شاهد بودیم در وقوعه مسئله انتخاباتی زندانیان سیاسی از زندان بیانیه میدادن، برای مثال آتنا دائمی یا یکی مثل مریم اکبری منفرد خیلی بوضوح میگفتن که اصلا اینو قبول ندارن یا رأی ما سرنگونیه یکی مثل مریم اکبری منفرد، به خاطر همین تأثیری نخواهد داشت. ولی در این حال به نظر من یک مسئله هستش، ما باید بتونیم در رابطه مشخصا رئیسی اقدامات جهانی بکنیم که خود اون تأثیر خواهد گذاشت روی اینکه برای آزادی زندانیان سیاسی، اما به طور عموم تأثیری در بهبودش 100% نداره و در بدتر شدنش نمیتونن این کار رو بکنن. واقعا دیگه چی میگن قاشقش به تحریک خورده، ولی میتونه فرصتی باشه که ما بتونیم مسئله آزادی زندانیان سیاسی رو در سطح جهان هرچه بیشتر مطرح کنیم. ممنون. بخوام یه سوالی متفاوت از شما بکنم در رابطه با وضعیت برادران افکاری. همجور که میدیم در دستگاه قضایی یک کلیپی از برادران افکاری نشون میده که در وضعیت خیلی خوبی هستن، خیلی عالی از زندان به سر میبرن. نظر شما رو خواستم در این مورد ببینم و این کلیپ چقدر میتونه واقعا واقعی باشه؟ خب میدونیم نیست، این کار قبلا هم کردن، برای یه سری از زندانی ها رفتن و یه ویدیوهای ساختگی گرفتن، صحنه سازی کردن. اتفاقا همین یه جوری داره هر نکات قبلی رو در سوال قبلی ثابت میکنه و اینه که رژیم تحت فشار هستش. همین حالا وقتی نگاه کنیم با اعدام نوید افکاری میخواست به اصطلاح با اعتراضات مواجه کنه، خانواده‌اش رو تهدید کردن، این دو برابر برادر رو وحی و حبیب رو در زندان دارن شکنجه میکنن که خود عهد بنوملن اخیرا گزارشی داده از شکنجه این دو برادر. بارها مثلا خونوادش رو تحت فشار قرار دادن رو دستگیر کردن و این اتفاقا و همینطور که میدونیم خب اخیرا از چند ماه پیش یک کمپین به اسم کمپین حمایت دفاع از برادران افکاری از طرف کمیته زندانیان سیاسی، کمیته اعدام و کمپین برای کارگران زندانی به راه افتاده بود و این خودش نشون میده که جمهوری اسلامی رو عقب نشینی کرده، مجبور بیان در جواب تمام این اعتراضات بین المللی در رابطه با اینکه تحت فشار هستش بیاد یه صحنه سازی بکنه و ببین اینها در شرایط خیلی خوبی هستن که ویدیوش رو احتمالاً عزیزان دیدن، ولی این در واقع یعنی خودش رو تحت فشار میدونه. ببینید رژیمی که خودش رو تحت فشار نمیبینه نمیره به این صرافت بیفته که صحنه سازی کنه و بگه وضعیتش خوب هستش و این نشون میده که فشارهای ما کار میکنه و باید این رو ادامه داد. من صداتون رو ندارم، ببخشید برای یه لحظه صدام قطع شد. سوال متفاوتی دارم در رابطه با اعتصابات راستش کارگران صنعت نفت و پتروشیمی هستش. می‌بینیم روزهای گذشته اعتراضات وسیعی صورت گرفته و ادامه داره. آیا این اعتصابات و اعتراضات میتونه تأثیری داشته باشه یا ارتباطی داشته باشه با جنبش دادخواهی که الان به همین جور که خودتان در صحبت‌ها اشاره کردی به طور گسترده در جامعه شکل گرفته و آیا این میتونه ادامه اعتراضات همون آبان ماه باشه؟ ببینید اولا من یه نکته هم بگم تو سوال قبلی که فراموش کردم و اونم اینه اعتراض خانواده های دادخواه و مردم به خود مسئله انتخاباتی صرفا اعتراض به اون نبود، بلکه به نظر من ادامه اعتراضات آبان بود خود اون. و همین الان وقتی شما خانواده های دادخواه صحبت میکنن پیام میدن میگن اعتصابات کارگری ادامه اعتراضات آبان هستش. ببینید یه اتفاقی افتاد علاوه بر اعتراضات همیشگی که بوده، اتفاقی افتاد تو آبان ماه که یه جوری تمام بخش‌های جامعه رو با همدیگه دور هم جمع کرد و هر اعتراضی حالا شما نگاه میکنین رب داده میشه به اینکه مردم دارن جلو میان. ببینید اعتصابات کارگری همیشه بوده، در طول مخصوصا چند سال اخیر دائمی بوده. یه کسی که به عنوان ناظر خارجی نگاه میکنه اعتصابات در اماکن مختلف بوده، اما یه اعتصاباتی هستن خب جایگاه ویژه‌ای دارن، مثل کارگران هفت تپه، مثل قبلا فولاد اهواز، مثل هپکو و حالا کارگران نفت
که به این دلیل وقتی نگاه میکنیم اعتصاب این کارگرا نه تنها به جنبش دادخواهی ربط داره، به زندگی تک تک آدم ها ربط داره. یکی از خواسته هاشون افزایش حقوقشونه، حقوقی که 5 برابر زیر خط رسمی هستش. وقتی که این اعتراض عظیم میشه در یک جای مهمی مثل نفت، این به شدت مهم هستش به نظر من، ربط داره و اینجاست که مردم میان خونواده‌های دادخواه مشخصن و میان اعلام حمایت میکنن. ما پیام مادر ستار بهشتی رو شنیدیم، پیام بخش‌های دیگر رو شنیدیم از جامعه. به خاطر همین به نظر من حالا که حتی کارگران به ارسال سنده رو خیلی واقعا زندگیشون رو به خطر انداختن، یعنی حدود بیش از 700 نفرشون اخراج شده، ولی هنوز میگن ما تا مطالبمون نگیریم عقب نشینی نمی کنیم. من فکر میکنم حالا باید کل جامعه، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف، خانواده‌های دادخواه که شروع کردن، باید همه اعلام همبستگی بکنن با اعتصابات این کارگران و گسترش پیدا کنه. یک قدم برای اینکه همیشه گفتیم اعتصابات سراسری، اعتراضات سراسری، به همین دلیل همین حالا باید اعتصاب در جاهای دیگه صورت بگیره. تمام اینها ربط داره به جنبش دادخواهی، چرا که در حال حاضر هر اعتراضی در ایران، اعتراضات کارگران، معلمان، جنبش دادخواهی، اینا همه دیگه حلقه هایی هستن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. هیچ کسی نمیتونه در ایران بگه که خب اعتصابات کارگران به من ربط نداره، جنبش دادخواهی به من ربط نداره. همه اونها تاثیر داره تو زندگی تک تک افراد و به همین دلیل باید دخالتگرتر. الان موقعش اینه که با حمایت هرچه وسیع‌تر، حتی خانواده‌ها، من فراخوانم به خانواده‌های زندانیان سیاسی و جان به در بردگان این هستش که بتونن در سطح وسیع‌تری اعلام حمایت بکنن از اعتصابات و دقیقاً اعتصابات کارگر نفت و پتروشیمی و سایر اعتراضات، اینا همه ادامه آبان ماه هستن، اعتراض علیه جمهوری اسلامی و برای سرنگونی جمهوری اسلامی. با تشکر از حضورتون در برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. گفتگوی ما رو با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی رو شنیدید. این روزها شاهد اعتصابات وسیع کارگران پیمانی صنعت نفت در پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه ها هستیم که از روز 29 خرداد شروع شده و در حال حاضر 65 مرکز در اعتصاب سراسری در اعتراض به خط فقر، افزایش دستمزدها به 12 میلیون، پایان دادن به فضای امنیتی حاکم در محیط های نفتی و اسفبار بودن شرایط خوابگاه ها و بهداشت محیط های زیستی و کاری، همچنین به رسمیت شناختن حق تشکل یابی و برگزاری تجمع و اعتراض کارگران هستیم. تا به حال 3 تا بیانیه انتشار دادن و اعلام کردن که این درس مهمی هستش که از کارگران نیشکر هفت‌تپه آموختیم و باید بدانیم که تنها به این صورت و با تصمیم گیری شورایی و جمعی هستش که میتونیم جلوی تفرقه افکنی ها و زد و بندهای احتمالی و از بالای سرمان را بگیریم و تا گرفتن مطالباتمان ادامه خواهیم داد. و میبینیم که چگونه جامعه از خانواده های کشته شدگان اعتراضات آبان ماه، خانواده های جنبش دادخواهی، خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی، فعالین کارگری و سندیکا و اتحادیه‌ها چه در داخل و چه در سطح جهانی از اعتصابات کارگران نفت حمایت میکنند. خانواده کشته شدگان آبان 98 بیانیه‌ای رو در حمایت از اعتصاب صادر کردن و گفتن اکنون کارگران امتداد صدای آبان شدند. این صدای همه ماست، همانها که در آبان 98 در کنار یکدیگر در خیابان‌ها برای حقمان فریاد زدیم. اگرچه در آبان صدای حق‌خواهی ما را با گلوله پاسخ دادن، اما صدای حق خاموش شدنی نیست. اکنون این فریادها را در اعتصاب کارگران می‌شنویم. ما خانواده‌های آبان از اعتصابات سراسری حمایت می‌کنیم، چرا که به سرنوشت مشترکمان آگاهیم. همچنین گوهر عشقی، مادر جانباخته ستار بهشتی و بلادنویسی که طی 4 روز بازداشت زیر شکنجه های وحشیانه و قرون وسطایی جمهوری اسلامی جانباخت، با ارسال پیامی حمایت خودش رو از اعتصاب کارگران اعلام کرده و در قسمتی از بیانیه‌اش اومده: زنده اعلام حمایت و همراهی با شما به همه گروه ها و افراد توصیه می کنم که اتحاد و همبستگی خود را
محکمتر از قبل نموده و کنار یکدیگر بایستید و یکدیگر را تنها نگذارید و نیز بیاد داشته باشید که در صورت اتحاد و یک پارچگی حاکمیت هیچگاه قادر نخواهد بود ما را سرکوب کند. وظیفه معترضان و دادخواهان این هستش که با پیوستن به اعتصابات و اعتراضات سراسری همراهی و حمایت خود را با کارگران اعلام کنند. بنیاد ستار بهشتی که برای یاری رساندن به کارگران، معلمان و همه عزیزان کشورم تأسیس شده، همگام و همراه با شما صدای اعتراض و اعتصاب شما خواهد بود. و در ادامه اعتراضات ما شاهد پیام پشتیبانی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هستیم که در این پیام اومده کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما، کارگر شرکت نفت، کارگران شرکت نفت در سال 57 با بستن لوله های نفت یک نقش تاریخی را در ایران رقم زدند. همونطور که اطلاع دارید همسرنوشتان ما در بخش های از صنعت نفت دست به اعتصاب زدند. مطالبات سراسری کارگران در ایران گامی در رستای اعتصاب بخش های مختلف مربوط به صنعت نفت میتواند سرآغاز باشد. همچنین اتحادیه آزاد کارگران اعلام کردند ما کارگران متشکل در اتحادیه آزاد کارگران ایران خود را بخشی از مبارزات پرشور و متعدانه شما می‌دانیم و در هر دوره از اعتراضات و اعتصاباتتان با تمام توان در کنار شما بوده و خواهیم بود. به تک تک شما درود می‌فرستیم و اعلام می‌کنیم که شما به پرچمدار خواست و مطالبات طبقاتی کارگران ایران تبدیل شده اید. با عمل جمعی و قدرتمند خود هم به خواست افزایش دستمزد خواهیم رسید و هم باید بساط شرکت‌های موفر پیمانکاری و قراردادهای موقت را برچینیم. ما و دیگر کارگران کشور قاطعانه از خواست مبارزتتان حمایت خواهیم کرد. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون صنفی اسلام شهر، فرهنگیان اسلام شهر از اعتصاب حمایت کردند و جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته حمایت خودشون رو اعلام کردند و همچنین کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل آزاد کارگران اعلام کردند که حمایت میکنن و در نامشون، در بخشی از نامشون اومده که گرسنگی دادن به بیش از 65% از جمعیت جامعه که شامل کارگران می باشد مصداق نسل‌کشی آشکار هستش. و در ادامه شاهد نامه حمایتی از 16 انجمن صنفی سندیکایی معلمان، زنان کوهنورد سنندج، کولبران در شهرهای کرمانشاه، سنندج، مریوان و نقده و همچنین کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و سندیکای نقاشان البرز بودیم و در ادامه میبینیم که خانواده‌های جانباختگان هواپیمایی به میدان میان و از این اعتصابات سراسری حمایت میکنن. بریم و با هم پیام مهداد زارعی و شاهین مقدم از خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراین رو بشنویم. من مهداد زارعی و من شاهین مقدم از خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی، همینطور که شما عزیزان در این یک سال و نیم گذشته در کنار ما بوده اید و ایستاده اید، در این اعتصابات سراسری در کنار شما عزیزان ایستاده ایم و خواهیم ایستاد. من مرزاد برنامه رو ادامه بدیم بعد از شنیدن یک آهنگ. Una hermosa milonga de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos se llama. Presencia de Uruguay en la milonga. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar.
cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. این بود گزارش در از گزارش کوتاهی از اعتصابات کارگران نفت که صحبت شد، و اما در کنار اعتصابات گسترده شرکت کارگران نفت پتروشیمی شاهد اعتراضات گسترده بازنشستگان هستیم که نزدیک به یک ساله که بازنشستگان برای دستیابی به مطالبات برحق خودشون، از جمله همسانسازی حقوقها و اینکه حق داشتن حق تجمع و اعتراض به وضعیتشون در طول یک سال، هر یک شنبه این اعتراضاتشون رو برگزار کردن و گاهن با نگاهن بلکه بارها با ضرب شد و حتی زندان و بازداشت مواجه شدن. و روز یک شنبه شیشم تیر دوباره بازنشسته ها به خیابون ها اومدن و خواستار رسیدگی به خواسته هاشون شدن. و در مقابل اعتراض بازنشستگان هواپیمایی روز یک شنبه شاهد این بودیم ماموران سرکوبگر رژیم در مقابل اونها دیوار دفاعی درست کرده بودن، بازنشستگانی که به طور مسالمت آمیز تجمع میکنن و خواستار حق و حقوق خودشون هستن. و طی این سالهای گذشته به وضوح نشون داده که تنها در کف خیابونا هستش که ما میتونیم تمام کسانی که در حال اعتصاب هستن، تمام کسانی که در حال اعتراض هستن، فقط در کف خیابونا میتونن به حق و حقوقشون دست پیدا کنن. در این بخش از برنامه همکارم نگار نادری رو همراهمون داریم تا بشنویم اخبار زندانیان سیاسی رو. ممنون سهیلا. با سلام به شما همراهان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. من نگار نادری، خلاصه ای از اخبار زندانیان سیاسی در هفته ای که گذشت رو به اطلاع شما میرسانم. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع محمد نوریزاد، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی و روحی موکل خود میگوید علارغم موافقت دادیار زندان مبنی بر اعزام مرخصی، گفته که تا زمان تحقق خواستش که آزادی بی قید و شرط او و فرزندش علی نوریزاد است، حاضر به خروج از زندان جهت اعزام مرخصی نیست و به اعتصاب خود ادامه خواهد داد. بنابرای گزارش ها جاوید رحمان و موریس تیدوال بینز، گزارشگر حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام حسین شهبازی، نوجوان محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز شدند. اعدام کودکان و افرادی که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده‌اند به وضوح توسط قوانین بین المللی حقوق بشر ممنوع است. فاطمه سپهری، فعال سیاسی، از کتک زدن و فحاشی به زندانیان سیاسی، کمال جعفری یزدی و محمد حسین سپهری از سوی زندانبانان زندان وکیل‌آباد خبر داد و گفت از جنایتکاری به نام تیباجی دادخواهی می کند. گوهر عشقی، مادر جانباخته ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، با ارسال پیامی به بنیاد ستار بهشتی حمایت و همراهی خود را با اعتصاب کارگری اعلام کرد.
زندانی سیاسی سعید اقبالی که با وجود سپری شدن بیش از 8 ماه از دستور پزشکی مبنی بر اعزام به بیمارستان از رسیدگی مناسب پزشکی محروم بوده است، روز شنبه 29 خرداد ماه و در پی انتقال به بیمارستان امیر اعلم تهران به گفته پزشک متخصص به دلیل مراجعه دیر هنگام با مشکلات جبران ناپذیری در زمینه شنوایی مواجه شده است. انجمن قلم سیدنی در استرالیا روز یکشنبه 30 خرداد 1400 برابر با 20 ژوئن 2021 یک روز پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن از رئیسی خواسته از همه اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران را بیدرنگ آزاد کند. کسرا نوری درویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز به دلیل آنچه که عدم مراجعه به دانشگاه عنوان شده است از دانشگاه تهران اخراج شد. کسرا نوری دوران محکومیت 7 سال و 6 ماهه خود را در زندان عادل‌آباد شیراز سپری می کند. شنبه 5 تیر ماه جمعی از فعالان سیاسی همزمان با روز جهانی مبارزه با شکنجه در اعتراض به کاربرد سلول انفرادی با هدف شکنجه سفید در مقابل مجتمع قضایی تهران دست به تجمع زدند. مصطفی دهباشی زاده جانباز و برادر کشته شدگان جنگ از یزد به اتهام تحریم انتخابات و توهین به ابراهیم رئیسی به 184 ضرب شلاق محکوم شد. با سپاس از همراهی شما با اخبار زندانیان سیاسی، در ادامه با سهیلا دالوند خواهیم بود. و در ادامه برنامه می‌پردازم به وضعیت اسماعیل گرامی، بازنشسته زندانی که اسماعیل گرامی که روز 14 فروردین توسط اطلاعات سپاه در خونش بازداشت شد و به مدت 4 روز تحت بازجویی قرار گرفت و بعد به زندان تهران بزرگ منتقل شد. این فعال بازنشسته به 6 سال حبس تحذیری و 74 ضربه شلاق و حدود 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده. در این رابطه درخواستی در مدیای اجتماعی هستش که در اون از مردم میخوان که از اسماعیل گرامی حمایت کنن و خواستار آزادی اون باشه. شما میتونید این درخواست یا پتیشن رو در سایت های ما ببینید و اسمتون رو به اون اضافه کنید و یا در سایت خود کانال سایت بازنشستگان و کانال ها و مدیای اجتماعی که بازنشستگان دارن شما اون از این نامه، از این خواست آزادی اسماعیل گرامی حمایت کنید و به امید اینکه تمام زندانیان سیاسی از جمله اسماعیل گرامی آزاد بشن. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. ممنون که ما رو تا انتهای برنامه همراهی کردید. اما قبل از پایان برنامه توجه شما رو جلب میکنم به راه های تماس با ما، چرا که این برنامه متعلق به شماست و نظرات و پیشنهادات شما کمک میکنه به بهبودی برنامه ما. تا برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی، دلتون شاد و روزگارتان مملو از خبرهای خوش.